سرخط خبرها. آزادی زندانیان حزب اسلامی، 13 زندانی دیگر هنوز در بندند. هفته پیش رو انشاءالله یک ویروس دیگر به جلد ما رئیس جمهوری اسلامی افغانستان فرستاده خواهد شد. کابل میزبان فرد شماره اول ISI، هدف بهبود روابط افغانستان و پاکستان. بزرگداشت از روز جهانی مطبوعات. عبدالله میگوید چهره های سیاسی باید مطابق زمان در مورد رسانه ها صحبت کنند. کسی دیگه هم که وارد این محیط میشه شرایط اوضاع و محیط و احوال در نظر می داشته باشه. به نام خدا، سلام و شبتان بخیر. فردین امینی هستم با تقدیم این مجموعه خبری از یک. نخستین دسته 55 نفری زندانیان حزب اسلامی امروز از زندان پل چرخی آزاد شدند. رئیس کمیته آزادی زندانیان حزب اسلامی میگوید در روزهای نزدیک 13 زندانی دیگر این گروه نیز از بند آزاد خواهند شد. اما حزب اسلامی تاکید دارد که دولت افغانستان توافق کرده بود که 68 زندانی آنان را آزاد میکند. به همین دلیل این 55 زندانی آزاد شده را به گونه رسمی تحویل نگرفته است. سجاد محمدی. تنش میان دولت و حزب اسلامی بر سر شمار زندانیان انحزب که باید از بند آزاد شوند. حکومت امروز نخستین دسته از زندانیان حزب اسلامی را که شامل 55 تن می شود از زندان پل چرخی آزاد کرد. بدون حضور رسانه ها، قرار است در همین روزها 13 تن دیگر نیز آزاد شوند. اولین دسته محبوسین حزب اسلامی افغانستان امروز از زندان رها شدند، 55 تن، و هفته پیش رو انشاءالله یک ویروس دیگه به جلد ما رئیس جمهوری اسلامی افغانستان فرستاده خواهد شد و اولویت ها و اولویت های حزب اسلامی افغانستان هم در نظر میگیریم. حزب اسلامی به گونه رسمی این زندانیان را تسلیم نشده است، آنچه دلیلش تعهد چکنی حکومت در آزاد ساختن 13 زندانی دیگر این گروه میگوید. رسمان تسلیم نکردیم به خاطر که به اساس توافقنامه نیسته که با ما توافق شده بود، با اساس ولیست 13 نفر ما را دولت ولیست نصب کرده، به خاطر از ما ای را تسلیم پروسه تسلیم دهیش به طریق انداخته بودیم دیروز و دولت خودش آزاد کرده، ما اعتراض نداریم. در واقع حکومت دیروز این 55 تن را آزاد می ساخت، اما به دلیل حاضر نشدن حزب اسلامی به تسلیم گیری آنان، این 55 تن یک شب دیگر را هم در زندان سپری کردند. حزب اسلامی میگوید دولت زیر بار فشار آمریکا و کمیسیون مستقل حقوق بشر نام 13 زندانی مهم این گروه را از فهرست آزاد شدگان خط زده است. فکر میکنم اگر بسیار دقت نشه و مخصوصا کمیسیون حقوق بشر در موضوع بسیار جدی رسیدگی نکنه و حکومت افغانستان هم، در این صورت همی امکان داره که مثل که در وقت آقای کرزی 500 نفر اعلام کرد، ولی هم یک تعداد مردمی که جرم کردند اونا داخل جامعه افغانستان پس شوند، داخل شوند و پس نارامی را شروع کنند و آمدن آقای حکمتیار باز بیمانا میشه. تو داشته باشین که قانون جزای افغانستان و قانون اساسی افغانستان در بحث مسائل مربوط به تروریسم و امنیت ملی کشور احکام بسیار سریع داره. کسانی که متهم به بحث‌های تروریستی هستند اونا طبق قانون جزای افغانستان نمیتونن که معافیت حاصل بکنن. بیشتر هم تلویزیون یک دریافته بود که از فهرست 488 نفری حزب اسلامی که به خاطر رهایی به دولت فرستاده بود، شمار از زندانیان طالبان و مجرمان جنایی هم شامل بودند. نوید مختار، رئیس ISI پاکستان، پیش از چاشت امروز وارد کابل شد. گفته می شود او با معصوم استانگزی رئیس امنیت ملی ملاقات کرده و قرار است با رئیس جمهور غنی نیز گفتگو کند. منابع به تلویزیون یک می گویند سفر رئیس ISI پاکستان به افغانستان جزء تعهدات نشست سه جانبه لندن است و هدف این دیدارها بهبود روابط میان دو کشور گفته شده است. قرار است دکتر عبدالله عبدالله هم به نمایندگی از افغانستان به پاکستان سفر کند. چند روز پیش هم یک هیئت به رهبری رئیس پارلمان پاکستان نیز به افغانستان سفر کرده بود و با مقام های حکومت وحدت ملی دیدار داشتند. بیشتر از آن یک هیئت دیگر از ارتش پاکستان برای غمشریکی به کابل آمده و با مقام های وزارت دفاع دیدار کردند. این سفرها در حال صورت میگیرد که روابط میان کابل اسلام آباد ماهاست تیره و پرتنش است.
رئیس اجرایی در نشستی به مناسبت روز جهانی مطبوعات میگوید شرایط نسبت به گذشته تغییر کرده و باید چهره های سیاسی در مورد رسانه ها مطابق به زمان و مواد قانون اساسی صحبت کنند. اشاره دکتر عبدالله ظاهرا به حرفای گلبدین حکمتیار است که او رسانه ها را شرور خوانده بود. از سوی هم سازمان ملل متحد پیشرفت رسانه ها در کشور را در سطح منطقه بی‌نظیر می‌داند و بر پشتیبانی جامعه جهانی از آزادی بیان در کشور تاکید دارد. با این حال فدراسیون خبرنگاران سال 2017 را خونین‌ترین سال برای خبرنگاران کشور پیش بینی کرده است. محمد غازی رسولی. بزرگداشت از روز جهانی مطبوعات زیر نام امنیت و مسئولیت خبرنگاران. این نشست ظاهراً زیر سایه واکنش‌ها در پیوند به گفته‌های حکمتیار در مورد رسانه‌ها برگزار شده است. رئیس اجرایی حکومت می‌گوید محدودسازی نشرات رسانه‌ها زیر نام اسلام درست نیست و به چهره‌های سیاسی توصیه می‌کند سازگار با زمان و قانون اساسی حرف بزنند. چیزی که باز رهنمود ماست اما قانون اساسی کشور و قوانین تابع از او در مطابقت با او، یعنی در او باز تغییر در او راستا نمیه. البته ما طرفدار برخورد با احترام در همه موارد هستم و هر کس دیگه هم که وارد این محیط میشه شرایط اوضاع و محیط و احوال در نظر می داشته باشه. در کنار این وزارت اطلاعات و فرهنگ هم صلح را یک نیاز جدی می داند اما می گوید نباید آزادی رسانه ها قربانی گفتگوهای صلح شوند. معین نشرات این وزارت از چهره های سیاسی می خواهد از کاربرد ادبیات خشن در برابر رسانه ها خودداری کنند. ما احترام داریم به شخصیت های خود، استقبال می کنیم اما امیدوار هستیم که اونا واقعیت هایی که در 16 سال اخیر به وجود آمده، تحولات عظیم و چشمگیری که در کشور رونما شده، این واقعیت ها را به درستی درک کنند و خود عیار کنند با این روند پرشتاب آزادی خواهی و مردم سالاری در افغانستان. با این همه فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغانستان اینجا آزادی بیان را از ویژگی های یک جامعه پیشرفته و آزاد میگوید و تاکید دارد حفظ دستاوردها در این بخش لازمی است. از لحاظ خلاقیت و پیشرفت رسانه های افغانستان در سطح منطقه پیشتاز هستند. شهامت و تعهد رسانه های افغانستان قابل ستایش و پشتیبانی از این دستاورد لازمی است. اما 2016 خونین ترین سال برای خبرنگاران بوده است. 128 مورد خشونت که از این میان 14 مورد قتل، 8 مورد بازداشت، 18 مورد بدرفتاری، 11 مورد سانسور از سوی حکومت، 21 مورد تهدید و 4 مورد آزار و اذیت به ثبت رسیده است. میراث این سال به سال 2017 هم سرایت کرده است، چنان که تنها در 4 ماه نخست سال جاری دو خبرنگار به قتل رسیدند. 2017 در 5 ماه اولش که تازه شروع شده، پنجمش وضعیت خراب نشان میده، وضعیت بحرانی نشان میده و خشونت بار نشان میده. اما مشکلات خبرنگاران تنها اینجا خلاصه نمی شود. همکنون در برخی ولایت های افغانستان حتی خبرنگاران دسترسی به اطلاعات ندارند. هلمند، اروزگان، فرا، بغلان، کندوز، بدخشان، ننگرهار، سرپل، لوگر، زابل، غزنی، تخار، کنر و نورستان از جمله ولایت هاییست که امنیت خبرنگاران در آن زیر صفر و دسترسیشان به اطلاعات هم اندک است. بر بنیاد آمارهای فدراسیون خبرنگاران تنها در 15 سال پسین 60 مورد قتل خبرنگاران به ثبت رسیده که حکومت در امر رسیدگی به این پرونده ها کوتاه آمده است. جدا از این تنها در سالی که گذشت 70 رسانه به دلیل چالش های گوناگون از جمله امنیت و چالش های مالی بسته شدند. فرودگاه بگرام مقصد پرواز جنگنده های F-16 امریکایی. در یک هماهنگی قوی و لازم در برابر او موضع های مستحکم دشمن که در مغاره ها وجود داره و همچنان در زیرزمینی های عمیق از این تکنولوژی استفاده می کنیم. تضمین از کارگران کشتزارهای کوکنار در بلخ. بیشتر در قسمت برداشت حاصلات از این تخصص داره اونا آمدن اینجا و این برزنا یک فرصت کاری بسیار خوب است. و حالا
چنگین جنگنده F-16 امریکا از ایتالیا به سوی فرودگاه بگرام پرواز کرده است. ماموریت پشتیبانی قاطع هرچند تایید میکند که این جنگنده ها به افغانستان میآیند، اما در مورد شمار و نوعیت ماموریتشان چیزی نمیگوید. اما وزارت دفاع ملی میگوید که از این جنگنده های امریکایی برای هدف قرار دادن گروه های هراس افغان استفاده خواهد شد. مرتضی پیکار. خبرهای بسیاری از گرمتر شدن میدانهای نبرد افغانستان در جریان سال 2017 منتشر شده است. از منابع معتبر و بیشتر کمک کننده های دولت افغانستان مثل ناتو و امریکا، حالا آمدن چندین جنگنده F-16 امریکا ظاهراً نشان دهنده پیش آمدن چنین وضعیت است. ماموریت پشتیبانی قاطع میگوید که این جنگنده های امریکایی از ایتالیا به مقصد فرودگاه بگرام پرواز کردند. شمار این جنگنده ها روشن نیست. وزارت دفاع ملی میگوید که این کار در هماهنگی با دولت افغانستان صورت گرفته و برای از بین بردن گروه های هراس افغان استفاده می شود. این تیارات در افغانستان در یک هماهنگی قوی و لازم در برابر او موضوع های مستحکم دشمن که در مغاره ها وجود داره و همچنان در زیرزمینی های عمیق از این تکنولوژی استفاده میکنیم و این استفاده البته به نفع مردم و جامعه ما خواهد بود. با این حال برخی اعضای مجلس باور دارند که جنگ افغانستان بُعدهای گوناگونی دارد و جنگ افزارهای هوایی توانایی مهار کردن و از بین بردن گروه های هراس افغان در کشور را ندارد. جنگ منظم نیست. ما نخواد بتونیم از ذریع تیاره دشمنان را به واقعیت از بین ببریم. یک جنگ استخباراتی است، یک جنگ چریکی و گوریلایی است که دشمنان مردم افغانستان فعلا برای انداختن در هر جای اینا حضور پیدا میکنن، عملیات میکنن، انتحار میکنن، انفجار میکنن. جنگنده های F-16 که به نام دیزرت فالکون یا شاهین صحرا نیز مشهور است، جز پیچیده ترین هواپیماهای روز جهان است. این جنگنده ها برای نخستین بار در سال 1970 در امریکا ساخته شد و توانایی حمل جنگ افزارهای گوناگون را دارد و مجهز با سیستم رادار و فناوری جدید است. امریکا باید کمک‌های نظامیش به پاکستان را باید به آوردن طالبان دور میزه گفتگوهای صلح در افغانستان مشروط سازد. گروه جهانی بحران با اشاره به شرایط وخیم افغانستان بر توجه بیشتر جامعه جهانی به حل بحران کشور تاکید دارد. اما کابل میگوید که امریکا و جامعه جهانی باید به خشکاندن منابع تولید هراس افغانی در منطقه توجه کند. در آستانه یک فصل جنگی دیگر در کشور، گروه جهانی بحران از امریکا می خواهد برای خشکاندن چرخه خشونت گروه های هراس افغان در افغانستان فشارها بر پاکستان را افزایش دهد. این گروه در تازه ترین گزارشش از واشنگتن خواسته کمک های نظامیش به پاکستان را مشروط به آوردن طالبان به میز مذاکره کند. این نهاد جهانی همچنان از امریکا می خواهد که فشارها را بر اسلام آباد بیشتر سازد تا این کشور از حمایت شورای کویته و شبکه حقانی دست بردارد. در کنار مشروط ساختن کمک های نظامی به پاکستان، اتحادیه اروپا و امریکا باید روابط بازرگانی و دیپلماتیک با پاکستان و کمک های مالی به این کشور را به عنوان ابزار فشار بر ضد پاکستان استفاده کنند. در میان افغانستان که از آدرس هراس افغانی زخم‌های فراوان را متحمل شده، خواستار نابودسازی مرکز تولید هراس افغانی در منطقه است. تروریست‌هایی که در افغانستان دست به فعالیت‌های مخربانه و تهدیدآمیز می‌زنند، همه از همین کشوری هست که در جنوبی افغانستان قرار دارد. و اگر ایالات متحده آمریکا و کشورهایی که در افغانستان با ما همکاری دارند در امر مبارزه با تروریسم، در اصل محلش توجه بکنند، این مؤثریت و مفیدیت بهتر خواهد داشت. پای برخی کشورهای منطقه در بحرانی ساختن وضعیت افغانستان بسیار برجسته است. البته از دید بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان. جان سابکو صفت زشت به پاکستان، روسیه و ایران به کار میبرد. آنها را به پشتیبانی از گروه های متهم میکند که با دولت افغانستان میجنگند. روسیه، پاکستان و ایران بازیگران خبیث در افغانستان هستند و گروه های هراس افغان را تقویه می کنند که همه روزه در برابر دولت افغانستان می جنگند. اما در این میان افزایش مداخله روسیه در امور افغانستان برای ارتش امریکا حیرت آورتر بوده است. با این همه ارتش امریکا اعلام کرده در سال جاری کار داعش را در افغانستان یکسره می کنند.
بل سالوین سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته است بیشتر شمار جنگجویان شاخه داعش در افغانستان به بیش از 3000 تن می‌رسید، اما با شکست‌های پی همین گروه در میدان‌های جنگ تعداد آنها اکنون به 800 نفر کاهش یافته است. اعضای شورای ولایتی بلخ ضامن کسانی شدند که برای نیشتر زدن تریاک به این ولایت رفتند. برای برخی باشندگان ولایت‌های جنوبی که برای نیشتر زدن تریاک به بلخ رفته بودند، از سوی نیروهای مسئول در دروازه این ولایت اجازه ورود برایشان داده نشده بود، اما با میانجیگری اعضای شورای ولایتی بلخ اجازه ورود پیدا کردند و روزانه از نیشتر زدن کوکنار دست کم 1000 افغانی به دست می‌آورند. عزیز کریمی. این تصویرها دو روز پیش در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شدند. چیزی که آن وقت در مورد این تصویرها روشن بود این بود که برای سرنشینان دو بس مسافربری اجازه ورود به بلخ دادن نشده است. امروز اما پهلوهای دیگر این رویداد روشن می شود. پهلوهایی که از یک سو غم‌انگیز و از سوی دیگر جالب است. هدف اینان در بلخ نیشتر زدن تریاک است. از ولایت‌های جنوبی حتی قندهار برای این کار خودشان را به بلخ رساندند. از این کار عاید خوبی هم دارند. تریاک کاری داره دوباره زیاد من میریش تو بسی. لیش گفتی تریاک شما کم نیست. سنگ داره مزد سنگ. مزد برای دوباره زی زر زر آقانی بیده کیش. شاهراه بلخ جوزجان است. زمین‌های وسیعی تریاک کشت شده. اعضای شورای ولایتی هم میپذیرند که اینان برای جمع‌آوری تریاک آمدند و اعضای این شورا هم برخی از آنان را ضمانت کردند. کشت کوکنار بسیار سرسری شده بود و نیاز است که افراد اشخاصی که دو طرف ها بیشتر در قسمت برداشت حاصلات از تخصص دارن اونا آمدن اینجا و برای اونا یک فرصت کاری بسیار خوب است. اونا آمدن اینجا که تریاکار اینجا برداشت کنن. با این فیصله رسیدیم با مردم عزیز خود که کسانی که به خاطر کار داخل ولایت بلخ میشن اینا باید اول خود اما اسناد هویت باید داشته باشند، منظورم از تذکره که به اساس تذکره و اینا را ما باید تفکیک کنیم که کی به کجا میره. اگر به ولایت بلخ میره به اساس از اینکه مثلا کسی که ایره به کار گرفته اونا باید اینا را ضمانت کنه. ولایت بلخ در حالی که افزایش کشت کوکنار در این ولایت را میپذیرد، اما بار اجازه دادن این افراد را به شانه شورای ولایتی و برخی باشندگان بلخ میاندازد. افرادی که از طرف اعضای محترم شورای ولایتی و یا مقاربشان که در شهر مزار شریف زندگی میکردند و شناسایی شده، با تضمین و ضمانت از اونا، شناسایی کامل از اونا، ثبت راجستر از اونا داخل شهر مزار شریف اجازه داده شده و اونا چند روزی که میمانند مشکل وجود ندارد. حالا در کنار اینکه کشت کوکنار و جمع‌آوری حاصلاتش غیرقانونی است، چه تضمینی وجود دارد که وارد شدن این افراد امنیت را در ولایت بلخ تهدید نمی‌کند؟ طوری که اعضای شورای ولایتی بلخ می‌گویند دو تن از اتباع پاکستان که در میان این افراد بودند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و زیر بازپرسی قرار دارند. بیمارستان سردار محمد داود خان دوباره بازسازی شد، اما چگونگی حمله به این نهاد و عاملان آن هنوز روشن نشده است. کار بازسازی 3 هفته زمان برد و حالا روند مداوای بیماران به حالت عادی برگشته است. قرار است روز جمعه نخستین دوره از امتحان گروهی اداره توزیع شناسنامه های برقی در کابل برگزار شود. این امتحان نوشتاری برای 492 بست این اداره خواهد بود. در این امتحان بیش از 25000 تن نامزد شدند که از میان آنان در مرحله نخست 6500 تن برای امتحان گزیده شدند. کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تاکید دارد که در این امتحان معیار شایسته سالاری در نظر گرفته می شود. در ادامه، اوج تنش ها میان امریکا و کره شمالی. نیروهای تازه نفس برای بازپسگیری ولسوالی زیباکه ولایت بدخشان فرستاده شده است. وزارت دفاع ملی میگوید که آمادگی ها برای دور راندن هراس افکنان از ولسوالی های وردوج، یمگان و زیباک روی دست گرفته شده است. برخی آگاهان نظامی میگویند که طالبان با حمله بر ولسوالی های مرزی بدخشان میخواهند خود را با مرزهای روسیه و پاکستان وصل کنند. برخی اعضای مجلس نمایندگان ولسوالی زیباک ولایت بدخشان را یکی از ولسوالی های راهبردی برای طالبان میدانند و تاکید دارند که
همکنون راه موترو از چترال پاکستان به این ولسوالی باز است. اعماد روستایی. ولسوالی زیباک بدخشان، ولسوالی مرزی که از چندین دره راه رفت آمد و حتی جاده های موترو به چترال پاکستان دارد. این ولسوالی 4 روز پیش به دست طالبان سقوط کرد. طالبان با کنترل بر این ولسوالی حمله هایشان را برای تصرف ولسوالی اشکاشم هم آغاز کردند. ولسوالی استراتژیک بدخشان که بیشتر با تاجیکستان هم مرز است. اینا هم کوشش میکنن که به سرحدات نزدیک بیان و از او طریق بتوان خود را اکمال بکنن و سرانجام بدخشان که دروازه شمال است و اینجا را باز بکنن و خدای نخواست اگر اینا بتوانن اشکاشم را تسلط در بیارن باز یک فاجعه کلونه. قسمی که ما قبلا گفتم با وجود میاد. افزون بر این ولسوالی های وردوج و یمگان بدخشان در همجواری ولسوالی زیباک سال هاست که از سوی طالبان نداره می شود. برخی آگاهان نظامی می گویند که همکنون دو راه موترو از چترال پاکستان به این ولسوالی باز است و جنگجویانی که در سقوط این ولسوالی نقش داشتند بیشتر شهروندان خارجی اند. هدف از گرفتن زیباک وصل شدن به پاکستان است که از او مجرا هم میتونن به کدا کران منجان از رای توپخانه بسیار با آسانی بیاین و همچنان میتونن که به زیباک بیاین. فعلا که طالبا حمله کردن و دارن طرف اشکاشا میرن در سرخ دره، در سرخ دره اونا موقعیت دارن فعلا. اما اهمیت راهبردی این ولسوالی ها برای طالبان چیست؟ در مجموع یک بازی بزرگ و یک تقابل بین منافع دولت ها و کشورهای بزرگ آغاز یافته است. افغان ها قربانی هستند. مخصوصا مرزای شمال افغانستان قرار است که به مراکز اساسی نبرد تبدیل شود و این میتونه برای این افغانستان خطرساز باشه. وزارت دفاع ملی تاکید دارد که برای بازپسگیری ولسوالی زیباک نیروی تازه نفس به بدخشان فرستاده است. ما مصمم هستیم که نه تنها ولسوالی زیباک را بلکه تمام ولایت بدخشان را از وجود عناصری که بر علیه حاکمیت ملی افغانستان تهدیدات را موجب میشند راه اندازی بکنیم. نمایندگان مردم بدخشان در مجلس مدعی‌اند که طالبان با سقوط دادن ولسوالی زیباک بسیاری از جنگ افزارها و حتی چندین هانوی زرهی نیروهای امنیتی را در اختیار گرفتند. با باورین اعضای مجلس اگر حکومت برای از بین بردن هراس افغانان در این ولایت تلاش نکند بسیاری از ولایت‌های همجوار بدخشان به دست طالبان سقوط خواهد کرد. با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی چالش‌های امنیتی افزایش یافته و دولت باید برای تأمین امنیت باشنده‌های کشور تلاش کند. معاون دوم ریاست اجرایی جنگ اعلام ناشده در کشور را جنگ کثیف می‌داند و تاکید دارد که کشورهای گوناگون از هر در و دریچه در افغانستان هراس افغان وارد می‌کنند. در حالی که رئیس جمهور آمریکا از آمادگی برای ملاقات با رهبر کره شمالی سخن گفته است، پیونگ یانگ می گوید امریکا حمله اتمی به اهداف در آن کشور را تمرین می کند. به گفته مقام ها در کره شمالی بمب‌افکن های مافوق صوت و راهبردی امریکا بر فراز آسمان کره جنوبی به پرواز درآمدند و تمرین هایی را برای حمله به کره شمالی انجام دادند. همزمان سیستم دفاع موشکی تاد فعالیتش را آغاز کرده و سئول می گوید این سیستم اکنون قادر است موشک های کره شمالی را منهدم کند. رسیدیم به پایان خبرها، اما سال جاری سال دشواری برای نظامیان عنوان می شود و تلفات بلند و از دست دادن جغرافیا به دست مخالفین مواردی است که شهروندان افغانستان و جامعه جهانی را نگران ساخته است و در تازه ترین مورد طالبان با راه اندازی عملیات منصوری ولسوالی زیباک بدخشان را که یکی از مناطق کلیدی و هم مرز با پاکستان است را تصرف کردند. این در حالی است که رئیس سازمان استخبارات پاکستان وارد کابل شده است و برای بهبود روابط میان دو کشور با مقام های افغانستان دیدار داشته است. اما رفت آمد مقام های پاکستان به افغانستان چه تأثیر بر وضعیت امنیتی کشور دارد و تصرف ولسوالی زیباک از سوی طالبان چه تأثیر بر وضعیت امنیتی شمال خواهد داشت؟ برای بحث بیشتر بیننده حاشیه خبر باشید.